سال 1925 خانم فرانسیس پلچر 21 ساله به دلیل دندون درد خیلی زیادی که داشت به دندون پزشکی مراجعه میکنه. وقتی که دکتر دندونای فرانسیس رو بررسی و معاینه میکنه متوجه میشه که چند تا از دندوناش به شدت پوسیدن و بعد کشیده بشن، بنابراین دکتر دست به کار میشه. وقتی که دندون پزشک اولین دندون فرانسیس رو میکشه، قسمتی از استخون فک فرانسیس به همراه دندونش از دهنش خارج میشه و فک فرانسیس سوراخ میشه. این عکس واقعی نیست، ولی فکش یه همچین چیزی میشه و بعد از یه مدت تقریبا این شکلی میشه. و در نهایت متأسفانه فرانسیس جون خودش از دست میده و میمیره. بیماری فرانسیس اون زمان خیلی عجیب و غریب بود و عامل این بیماری شغلی بود که فرانسیس درش مشغول به کار بود. شغل فرانسیس رنگ کردن عقربه‌ها و اعداد رو صفحه ساعت مچی با قلم‌های خیلی نازک بود. حالا شاید این سوال پیش بیاد که چطوری یه شغل همچین کم ریسک، یعنی اینکه مثلا بشینی پشت میز با یه قلم‌های نازک بخوای عقربه و اعداد خیلی کوچیک رو رنگ کنی، میتونه باعث این بشه که تو دچار بیماری بشه که انقدر وحشتناک جون خودتو از دست بدی. چون وقتی صحبت از شغل پر ریسک میشه، همه به کسایی فکر میکنن که باید تو ارتفاع خیلی بالا کار کنن، یا مثلا تو ارتفاع خیلی پایین مثل تونل و معدن برن کار کنن، یا حتی زیر دریا، یا مثلا جاهایی که شرایط جغرافیایی آب و هوایی خیلی بدی داره. خیلی ریسک این که بخون جون خودشون از دست بدن بیشتر. ولی که بخوای بشینی پشت میز با یه قلمو نازک عقربای رو صفحه ساعت مچی رو رنگ کنی و جون خودت انقدر وحشتناک از دست بدی، حداقل اون زمان چیز خیلی عجیبی به نظر می اومد. نه تنها فرانسیس، بلکه حدود 30 نفر از دخترانی که شغلشون مثل فرانسیس بود همینجوری انقدر وحشتناک جون خودشون از دست دادن. حالا داستان چیه؟ سال 1898 وقتی که ماری کوری به همراه همسرش پیر موفق شدن پولونیوم و رادیوم رو پیدا کنن، توی تحقیقاتشون ذکر کردن که این دو تا عنصر یه سری تشعشعاتی از خودشون ساطع میکنن که ما به اون تشعشعات میگیم رادیواکتیو، نه اینکه چیز خطرناکی ها. در واقع اون موقع اینطوری فکر میکردن که این تشعشعات برای بدن ما انسان ها ضرری نداره. خود خانم ماری کوری هم به دلیل اینکه در معرض این تشعشعات قرار گرفت، در نهایت مبتلا به سرطان خون و پوکی استخوان شدن و جون خودشون رو از دست دادن. رادیوم بین عناصر دیگه یه ویژگی خاصی داره. بعضی از مواد وقتی که کنار رادیوم قرار میگیرن میدرخشن، تقریبا شبیه وسایلی که شاید همین الان هم داشته باشین که ما بهشون میگیم فلورسن. وقتی شب میشه یه نور سبز رنگی دارن، احساس میکنن که تو شب روشن میشن و میدرخشن. یه همچین خاصیتی برای رادیوم اون زمان وقتی اولین بار پیدا شد و مردم همچین چیزی رو دیدن خیلی جالب بود. بعد از مدت کوتاهی هم پزشکان تو تحقیقاتشون متوجه شدن که استفاده کردن از یه ترکیبی از رادیوم برای بیماران سرطانی باعث کوچیک شدن اون تومور سرطانیشون میشه. یعنی دیگه بوف، دیگه یه سنگ پیدا کردن که میدرخش و سرطان هم درمان میکنه. چیزی که سرطان رو درمان کنه دیگه چی رو درمان نمیکنه؟ نه، ولی بیزنس آیدیای خوبی بود. از اونجایی که این دوتا ویژگی رادیوم، یعنی درخشندگیش و این که میتونه در درمان سرطان موثر باشه، برای مردم خیلی چیز جدید و جالبی بود، شرکت‌های بزرگی که تو کار استخراج رادیوم بودن شروع به تأسیس یه سری شرکت‌ها کردن که یه سری محصولاتی تولید کنن که داخلشون از رادیوم استفاده شده بود. به دلیل که خب رادیوم میدرخشید، سرطان رو درمان می‌کرد، می‌بینی یه بک‌گراند خوبی داشت برای اینکه بتونن یه سری محصول خوب به مردم بفروشن. Folks, get your bottle of radioactive water. Radithor. It has the same effect on the human body as recharging electric batteries. این شرکت‌ها یه سری پول هم به چند تا محقق دوزاری و دریپیتی دادن که مثلا چند تا مقاله و پیپر چاپ کنن که بگن رادیوم برای بدن خوبه و باعث نشاط و شادی میشه و انرژی بدن رو زیاد میکنه، که اینجوری بتونن بازار مارکتینگ خودشون خوب کنن. و به همین ترتیب هر چی که به ذهنشون رسید و شروع کردن به تولید کردن. کرم صورت رادیوم، خمیر دندون رادیوم، نمک رادیوم، آب نبات رادیوم، آب رادیوم تولید میکنن که مردم بخورن مثلا خوشحال باشن، انرژیشون خوب بشه. مثل این داستانه که این روزا میگه فرکانس فلان و مثلا بگی حالات خوب میشه، اون زمان همین شکلی بود. و اعلام میکردن که رادیوم برای بدن خیلی خوبه، چون سرطان رو درمان میکنه دیگه، یعنی دیگه بمب کل داراست و این صحبت ها. البته میزان رادیوم توی این محصول به قدری کم بود که ضرر خاصی برای مردم نداشت، ولی اگر ضرر نداشت کلا هیچ مزیتی هم نداشت. فقط یه مارکت بزرگی رو
ایجاد کرده بود که ملت بتونن یه ذره توش بیزنس کنن و کاسبی کنن. این وسط یه شرکتی به نام US Radium Corp که از بزرگترین شرکت‌های استخراج رادیوم بود، یه ایده خیلی جالبی به ذهنش میرسه. جنگ جهانی اول سال 1914 شروع شد تا سال 1918. اون موقع ساعت موچی خیلی چیز ترند و بابی نبود و اکثر مردم از ساعت جیبی یا پاکت واچ استفاده میکردن. ساعت جیبی خیلی آیتم مناسبی برای میدون جنگ نیست، چون اونجا همش باید بدوی، بخوابی زمین، بپری رو سنگ و از درخت بری بالا و میافتی و فلان. ساعت یا گم میشه یا صفش میشکنه. از اون بدتر سربازا وقتی که شبا میخواستن زمان رو از روی ساعت جیبی بخونن، به دلیل اینکه تاریک بود این کار براشون خیلی سخت بود. به همین ترتیب خیلی وقتا مجبور بودن یه چراغ قوه چیزی بندازن رو ساعت تا بتونن زمان رو بخونن، و روشن کردن چراغ قوه تو شب شاید چیز خطرناکی باشه، چون اگر که اون و دشمن یه منبع نوری ببینه شاید خب شلیک کنه دیگه. برامون خیلی آیتم مناسبی برای میدان جنگ نبود. US Radium Corp این ایده به ذهنش رسید که بیان برن با ارتش قرارداد ببندن که برای سربازها ساعت مچی تولید کنن و توی عقربه‌ها و اعداد این ساعت‌ها از موادی استفاده کنن که داخلشون رادیوم دارن که شب‌ها بدرخشن و سربازا به راحتی بتونن زمان رو بخونن. یه همچین رنگی به اسم لومینسنت پین سال 1902 توسط آقای ویلیام همر اختراع شده بود. ایشون زینک سولفاید رو با رادیوم با نوعی چسب قاطی کرد و یه رنگی درست کرد که اسم اون رنگ رو گذاشت آن دارک. و آن دارک اون موقع تو صنایع مثلا اسباب بازی سازی و جاهای مختلف استفاده میشد و این قابلیت رو به محصولا میداد که تو شب بدرخشن و برای مردم خیلی جالب بود. البته این وسایلی که این روزا دارین که خاصیت فلورسن یا همون لومینسنت رو دارن از رادیوم نیستن. اون زمان چون فهم کردن که رادیوم بی خطره ازش استفاده میکنن، الان از مواد دیگه ای دارن استفاده میکنن. بنابراین US Radium Corp مشابه کار که ویلیام همر کرده بود با ترکیب زینک سولفاید و چسب و رادیوم رنگ آن دارک رو برای خودش تولید کرد تا بتونه برای رنگ کردن عقربا و اعداد روی ساعت مچی استفاده کنه و بعدش هم موفق شد با ارتش قرارداد ببنده که به سربازا ساعت مچی بدن. حالا ساعت‌ها چطوری تولید می‌شدن؟ با استخدام کردن دختر خانم‌های جوان که بهشون گفتن دایل پینتر یا نقاش اعداد. چرا خانم‌ها؟ به دلیل اینکه شرکت معتقد بود که این یک کار خیلی ظریف و با دقتیه و از اونجایی که دست خانم‌ها خیلی ظریف‌تر و کوچولوتر و لطیف‌تره، برای این کار خیلی مناسب‌تره. بین دختر خانم‌هایی که تو این شغل استخدام می‌شدن، دختر بچه‌های 10 11 سال هم حضور داشتن. موقعی که می‌خواستن نحوه رنگ کردن عقربا و اعداد ساعت رو به خانم آموزش بدن، بهشون خیلی تاکید می‌کردن که این قلم و این نازک بعد نوکشون حتما تیز و یک دست باشه و بهترین کار برای تیز و یک دست کردن نوک قلمو استفاده از لب و زبونه. برای همین به دخترها میگفتن که بعد قلمو رو چند دقیقه بار با لب و زبانشون تیز کنن که یک دست باشه و اینکه کار با ظرافت و دقت بالایی انجام بشه. و به این تکنیک هم میگفتن لیپ دیپ تکنیک. و خب هر بار که خانوما این کارو انجام میدادن، مقداری رادیوم وارد بدن خودشون میکردن. ولی چون خانوما اون موقع میدونستن که کلی محصول بیرونه که داخلشون از رادیوم استفاده شده، مثل کرم و آب و آب نبات هر چیز دیگه‌ای، خودشون مطمئن بودن که خب همچین کاری بی خطره. بنابراین این کارو با کمال میل و بدون هیچ مشکلی هم انجام میدادن. حقوق این دختر خانم ها یا دایل پینترها اون زمان در هفته 20 دلار بود که براشون حقوق خیلی خوبی تلقی میشد. از طرف دیگه زمانی که دخترها با این رنگ ها کار میکردن، چون که لباسشون با این رنگ در تماس بود، وقتی که برمیگشتن خونه قسمت هایی از لباسشون و دستاشون به دلیل اینکه با رادیوم در تماس بوده میدرخشید. این موضوع به قدری برای دخترها جذاب بود که اگر یه شب مهمونی دعوت میشدن، صبحش با لباس مهمونی میرفتن سر کار تا زمانی که دارن با این رنگ کار میکنن قسمت هایی از لباسشون با این رنگ در تماس باشه که وقتی شب میرن مهمونی لباسشون بدرخشه که مثلا منحصر به فرد باشن. و بعضی وقتا هم از رنگ آن دارک به عنوان لوازم آرایش برای خودشون استفاده میکنن که تو مهمونی دیگه خیلی چیتان پیتان و یونیک و خفن ففن باشه. یعنی مثلا باش لاک میزدن، رژ لب میزدن و کلا این رنگو به قسمت های مختلفی از بدنشون میزدن. حالا داستان اینجاست که رادیوم خودش این ماده رادیواکتیوی که به شدت خطرناکه، چون تشعشعات آلفا بتا گاما داره و اگر که با بدن ما در تماس باشه میتونه به بافت بدن ما آسیب بزنه، به دلیل اینکه حاوی تشعشعات بتا و به خصوص گاماه. جدا از این تشعشعات، خواص شیمیایی رادیوم مثل کلسیومه. بنابراین وقتی که وارد بدن میشه، به جای کلسیوم جذب استخون و دندون و بافتای دیگه میشه. از اونجایی که این دخترها باید هر روز قلمو رو چندین بار با لبشون تیز میکردن، ناخواسته مقدار رادیوم وارد بدن خودشون میکردن که جذب استخون و دندوناشون میشه. و همینطور خیلی وقتا هم این رنگو برای آرایش و خوشگل کردن خودشون استفاده میکردن و در حالت عادی هم موقعی کار کلا با این رنگ در تماس بودن. برای این هم
در برابر تشعشعاتش قرار می گرفتن، همین که این رنگ وارد بدنشون می شد. این موضوع در حالیه که مهندسان شیمی شرکت وقتی که داشتن رادیوم رو جابجا می کردن، خودشون از شیلت های سوربی و لباس های مجهز استفاده می کردن که از تشعشعات رادیوم در امان باشن. و به همین ترتیب چند سال بعد اولین قربانیه این شغل شد خانم فرانسیس پلچر، که ایشون 21 سالش بود که اول ویدیو بهتون گفتم. و وقتی که فرانسیس میمیره، کسی اول شک نمی کنه که مرگ فرانسیس یا اون بیماری که بهش مبتلا شده بوده به دلیل شغلیه که داشته انجام میداده، تا اینکه سال 1927 5 تا دیگه از دختره توی این شغل به همین بیماری مبتلا شدن و بقیه دختر بالاخره متوجه شدن که دلیل این که دارن همکاراشون به یه بیماری عجیب غریب سرطان خون و سرطان استخون و دندوناشون کنده میشه و فکشون کنده میشه دارن مبتلا میشن، فقط به خاطر داستان رادیوم توی رنگی که بهش میگن آن دارک. و یه سری از دختره توی شرکت شروع به شکایت میکنن که فیلمش هم ساختن، رادیوم گرم میتونین بریم ببینین اگر که دوست داشتین. و بعد از یه داستان طولانی و کلی جنگ و دعوا تو دادگاه، بالاخره این دختره کیسو برنده میشن و شرکت رو متهم میکنن. ولی به چه قیمتی؟ چون چند سال بود که داشتن رادیو وارد بدن خودشون میکردن و با اینکه حالا اون کیسو برنده شدن و پیروز شدن، در نهایت همشون سرطان خون گرفتن و مبتلا به پوکی استخوان شدن و جون خودشون رو زودتر از چیزی که باید عمر میکردن از دست دادن. بین همه رادیوم گرها خانم میکین تنها کسی بود که 107 سال عمر کرد و سال 2004 فوت کردن. میکین تنها دایل پینتر اون شرکت بود که وقتی که وارد شرکت شد و استخدام شد، به دلیل اینکه از مزه رادیوم بدش میومد هیچ وقت قلمو رو به دهنش نمیزد و به همین دلیل هیچ رادیومی وارد بدنش نکرد، که در نهایت همین موضوع هم باعث شد که از شرکت اخراجش کنه. برابر این اینجوری شد که اونجوری شد و گفتن که رادیوم جیز و سند جمع شد و خداحافظ.